شبای من، عطر تو پیچیده توی هوای من. خواب ببینم توی خواب تو رو بیتاب ببینم، بدونم که نگران حال منی، تو نخه هر روز و هر سال منی. جای تو خالیه توی قصه ما، بیا بریم به کوچه عباقی ها. میکایل توی گلنسا توی چی بود چی که هست؟ جای اسباب اساسیه رو عوض کردیم، پام گرفت به میز. خب چرا آقا روشنگو نصف شب را میبیتی تو خونه میچرخی که چی؟ چرا نمیخوابی؟ گفتم یه سری بهتون بزنم و حالی ازتون بپرسم. جدی؟ صدا چرا اینطوری شده؟ سرما خوردی؟ نصرت خان مثل اینکه حواست سر جاش نیست. من گلنسا زنتونم. شما به من قول دادین زود میایین پیشم. من خیلی تنهام نصرت خان. نور به قبرت بباره، من میام. حتما حتما میام. چایی بگم ترت بیاره بخوری. منتظرم نصرت خان. میام. اگر این بازی اختیار نمی‌کردیم واقعا چی می‌شد؟ چیکار می‌کردیم؟ سکوت تو خونه می‌شد. مامان با لای لا 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 لای میبینی چه جور جایی آوردنش؟ آره خیلی بزرگی هست، واقع دایناسرم اینا هم بزرگتره. نه اینکه آقا پدرامو جای بدی نمیاره. مسیح بله اینا واقعا چیزی نمیگه. تو میای اینجا بازی؟ نه بابا شک داری، همین سراخه هستشون اومدیم تو. باور کن چند بار اینجا رو تیغه کشیدیم. میان اینجا رو خراب میکنن که میگن آقا اینجا جای بچه هاست، بچه ها باید بازی کنن. همین استادخان هستش، چند بار میخواسته اینجا رو ورزشگاه کنه اما نتونسته، دست و بالش خالی بوده. چقدر بهت بگم مردم میخوان استراحت بکنن؟ چند بار بدن آقا بفهمه و کافاته؟ نیکایی جانم قربان سلام، صبح بخیر. سلام، چی کارش داری بچه رو بذار بازی کنه؟ بازی کنه؟ آقا اینا به صلاح نیست. ماشالله ماشالله کروشش رو ول کنه قد نک باشن بذار بازی کنن، جایی ندارن اینا. خیلی خوب باشه، ما عرض بر کن گوششو. چشم بازی کنی بچه. سلام علیکم. سلام علیکم. دیدی گفته آقا دیدی؟ راست باشه آروم و یاد. خیلی خوب شما بفرمایید. دست خانم استاد خان بگیرش.
شیشه‌اش کست. شیشه‌اش کست بود بگیره. میکایی، میکایی. بله آقا جانم. چی کار میکنی اونجا؟ بابا دارم این سوراخو میبندم. بیا ولش کن، دیوارو برکن بیا. آقا جون فردا این بچه های نمور و ملخ میریزن اینجا. ماشالله ماشالله به اندازه ستاره های آسمان شدن. بذار ببندم. آقا جون چی کار داری؟ بله آقا جون چیه؟ فیلم چی تو دست بالت داری؟ فیلمش خوب نبود آقا. دستگاه ما نشون نمیده اینو. تو برزدی؟ راه میره نشون نمیده. تنظیم کردی؟ مثل همیشه است، اینو نشون نمیده. ما چه دستگاهمون نشون میده؟ دیشب با طلعت با هم دیگه دیدیمش. حالا من چیکار کنم؟ من چه میدونم؟ بیا اینجا ببینم کجا میری. چیه جانم؟ میگم من چیکار کنم الان؟ ببینم این فیلمش الپی ها، دستگاه شما الپی داره؟ الپی دیگه چیه؟ هی بابا الپی دستگاه جدیده، یه سیستم جدیده. الپی نداشته باشه نشون نمیده. اصل ژاپنه، مگه میشه اون نداشته باشه مال تو داشته باشه؟ الپی نداشته باشه نشون نمیده، قدیمی باشه نشون نمیده. من نمیدونم چی میگی. زود بیا اینو به یه انگولک کن ببین تو و ژاپن چه گندی زدین. من رو تکلیف من روشن کن. ای گذشتی سوراخو بگیرم. باشه دستم بشورم اومدم. زودتر. یه چیز جدید علم میکنن میدن به خورده مردم، نمیذارن یه روز تو خونه بشینی راحت ویدیو تو نگاه کنی. تازه دستم این دستگاه گرم شده بود. نداره آقا. نداره. نخیر آقا. مال شما داره؟ بله آقا. کاری نداره. امروز میری بازار یه الپی میخری میاری میذاری تو دستگاه ما. مواظب باش کلا سرت نذارن. خوبشو بگیر. آقا جون الپی رو خود دستگاهه. دستگاه جدید به خودشون الپی دارن. الپی چیز جدایی نیست که بخری بزنی به دستگاه. جدا نیست؟ نخیر آقا. مال شما داره. بله. چطور هم چیزی ممکنه؟ اون دستگاه رو من به شما دادم، قدیمی تره. چطور هم چیزی ممکنه؟ اون دستگاهی که شما به ما دادین فیلم کوچیک بود. پارسال من دادم طلعت، بردش پیش جعفر آقای الکتریکی، چیزام سر دادی دستگاه جدید رو گرفت. فیلم کوچیک اصلا گیر نمیاد. اون دستگاهی که با فیلم کوچیکو به ما دادین هزار دفعه دیدیم. با اجازه. ببین جانم. پس دستگاه شما داره. بله. و الان فیلمی نداری که الپی نباشه من بتونم ببینم. دیگه نشون. چرا داری؟ خیلی نداره برده بیار. بالاخره بعضی چی هست که. حالا ببینم این فیلمیتون که میاد. فیلمی؟ فیلمی نیست آقا جونم. خواهرزادمه. فیلمایی که تو خونه میبینن میاره ما میبینیم. محموده؟ ای ماشاءالله چه بزرگ شده. اون روزی دیدم دم در با طلعت خانم فیلم میدن و فیلم میدن. من سخته میشنه تو. ببینم بگو به مام برسه، مام حرفی نداریم بالاخره. چشم. آره. آقا حسابی فیلمی شد اینو. بخوام از فکر و خیال بیام بیرون، داره کلافم میکنه. خودم فکر و خیال؟ چی شده؟ چطور مگه؟ چی بگه؟ نه چیزی نیست. نه آقا اگه طوری شده بگه شاید یک کاری از دست ما بر بیاد. چند شبه که زنم به خوابم میاد. خدا رحمت کنه حبیبه خانم، دومی نداشتون اجابه. حبیبه نه، زن دومم گلنسا. گلنسا خدا رحمتش کنه. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. میکایید دیگه پرونده ما داره بسته میشه، رفتنی هستیم، تموم شد. حرفو چی آقا؟ خدا بد نده. آخه خواب دیدن چه ربطی به مردن داره؟ عزیز من شما این دست رو نگاه کن. قبلا اینجوری میلرزی؟ نه. خب باید رفت دیگه، این مشخصه. اینا رو که آدم میبینه یعنی رفتنیه. نخیر. اصلا چنین چیزی نیست. خواب مرده دیدن عمر طولانیه. سوی چشمو چی میگی؟ من اغلب تو رو نمیبینم، به طرف صدا حرف میزنم. خب وقتی دستت میلرزه، چشت نمیبینه، سرت درد میکنه، افکارت متشنجه، یعنی چی؟ یعنی تاریخ مصرفت تموم شده، جمع کن و برو. خودمونی که نباید گول بزنیم. پس من چی بگم؟ جهت یک قدمی خودم هم نمیبینم، پس من هم دیگه باید بمیرم، تموم کنم. دکترها معتقده. دکترها بالاخره باید یه چیزی. دکتر وقتی ما دکترم یه نونی آب چیزی باید. آشا بیا برو بیرون.
هرچی من میگم این روش حرف میزنه. چاش مرافق گشکان جانم، دعوامون به جا، الپی به جا، امرو باد الپی بیاری بذاری رو دست کن. چشم آقا جون، چشم. بعد از اون میبرم پیش جعفر آقای الکتریکی رو درستش میکنم با اجازه. برو چشم. برو دیگه چشم. چشم. غیر انتفاعی؟ آره مدرسه غیر انتفاعی اسمشو نوشته. آه بچه تنبل درس یاد نمیگیره، خود با پول قبولش کنه خانم جان. میدونی؟ نه بابا، تا دیده همسایه رفته بچه شو آره، نوشته مدرسه آره، غیر آره. انتفاعی میخواد این کارو کنه. آخه چشم هم چشمی چقدر تازه بیا ببین چی میگم بهت. بله خانم جان بله. پس چی؟ تازه من تو بازه و همسایه بغلی رو میدونی به من چی گفت؟ سلام آقا میکائیل. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ خانواده خوبن؟ خیلی ممنون، مرسی. کجا میری میکائیل؟ دارم میرم پیش جعفر آقا الکتریکی، این دستگاه آقا رو بدن درستش بکنه. خیلی. چیزی بیرون نمیخوای؟ نه، برو به سلامت. خب، آره بازار دیدم همسایه بغلی رو. گفت به خاطر چشم هم چشمی بوده که رفته اسم بچه‌شو تو مسخره کرده. چشم هم چشمی خانم، چشم. منزله نصرت خانه تهرانی اینجاست؟ بله. خیلی خوب، شما شخصی به نام میکائیل خانه دربندی اینجا دارین؟ بله خودم هستم. خودتون هستین؟ بله. بله. سلام جناب سرباز. سلام خانم، شما طلعت خانم هستین؟ بله. حالتون خوبه؟ چیزی شده جناب سرباز؟ میکائیل کاری کرده؟ شما چطور فکر می‌کنی چیزی شده؟ کاری کرده؟ میکائیل رفته بیرون دعوا گرفتی؟ من اهل دعوا هستم طلعت. پس چیه که اومدن دنباله؟ آره میکائیل خان کاری کردی؟ صورتو بگیر بالا ببینم. کاری کردی؟ من کیم؟ من علی رضا خان علی رضا خان خدا بگم چه بر سرت میاره. مایکل خان دربندی. سلام طلب خانم. سلام خسته نباشی. ماشاءالله بزرگ شده آقا مایکل. میدونی کیه؟ علی رضا خانه. نوه نصرت خان، پسر فریدون خان. سلام. سلام خانم. حال شما خوبه؟ ممنون. آقا فریدون خوبن؟ خوب هست. خدا رحمت کنه والدارو. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. با اجازه. به سلام. آقا جون کجا؟ میدارن حتما. فکر کنم بریم بالا یه چای. بریم بالا. از علی خواهش داد علی رضا مایکل خان. همینا میخواستم بگم که باز گفتی به من بگو امی کای. خواهش میکنم مایکل نگو. وقتی خان به دومو ببرن. دیگه علی رضا دنبال چی میگردی؟ پیداش میکنم آقا شو، پیداش میکنم. یارو سمسارا اومد اینجا بفروشم اینا رو بهش. گفت هیچ چیز به درد خور اینجا نیست. هیچ چی به درد بخور نبود؟ نه. آقا جو، این همون پلاستیکی اسم تو بچگی باش بازی میکردن؟ سفاله، سفالیه. نه پلاستیکی بس ایلا میگن سفالیه. پلاستیکی آقا جو. میگی نه اینها. آه خوشت اومد. هی میگم سفاله، هی میگه پلاستیک. دیدی سفال بود؟ هی بگو پلاستیک. سفال بود. ببینم تو یه چی گفتی من متوجه نشدم. چی رو خریدی تو؟ سربازی بود. چرا میخندی آقا جون؟ گوشتی سر کار جلوت. برای چی؟ خریدنی نیست سربازی، دو سال بود بری خدمت. نه آقا جون، سربازی الان میخرن. بله. لابد گرون نما. او حسابی. ولی خب ارزشش داره. 15 روز آموزشیه، بعدم کارت تو راحت می‌کنی. تو خریدی؟ بله من خریدم دیگه. پس فردا تموم میشه کارتام دیگه. پس فردا. بله باشه. مبارک ان شاء الله. مبارک. خب. یادش بخیر. ما دو سال خدمت کرد، تازه من 15 روزم اضافه. راست میگی آقا جون؟ آره جون تو. فریدون چطوره؟ سلام رسون، اتفاقا میخواست بیا. اه؟ این که گرامافونه که آقا جون. خب گرامافونه؟ ده ما رو سر کار گذاشتی آقا جون، 200 اونجا رو میگردی. تو پرسیدی از من؟ سرتو انداختی رفتی تو داری میگردی. هی بهت میگم دنبال چی میگردی؟ پیداش میکنم. خب اینجا از اول اینجا بود. آره خودش. ولی این به درد نمیخوای، صداش خفصه. آقا جون برای گوش کردن نمیخوایم که. برای چی؟ الان دیگه کسی گرامافون گوش نمیکنه. الان برای دکور بذاریم گوشه خونه عتیق رضا. دکور میخواد. بله دیگه. خیلی خوب. پس من اینو میبرم. باش ببر.
آها اینه هاش پلاستیکی که من باش بازی میکردم گفتم بهتون. سفاله بچه پلاستیک آقا جون سفاله سفاله میدی میخوایم سوم امتحان نه هنوز سرم درد میکنم یه مرد خیلی محکم. از عموها چه خبر؟ بی خبر نیستم خوبه. پس فقط ما بی خبریم از شما ده؟ نمیدونم عمو فرهاد زنگ زده؟ زنگ نه عمو فرهاد همون 7-8 ماه پیش یه تلفن کرده دیگه خبری ندارم یعنی انتظارم ندارم تو دیار قربت و جنگ و کی گفته آقا جون اونجا جنگه؟ آلمان همیشه جنگه سر من شیره نما آلمان همیشه ما تا یادمونه جنگه ما که میگیم که قبول نمی کنیم که از عمو فرهاد چه خبر؟ از اون نه از اون خبر ندارم. خب پس از هیچ کس خبر نداری که میگه خوبه سلامتن که؟ سلامت هنگ که خبر ندارم اگه اتفاقی بیفته مریض بشن به اولین کسی که زنگ میزنم منم چون زنگ نزدم بفرمایید از این چایی آوردم برای علیرضا خانم پولکی آوردم خیلی ممنون با حال علیرضا خانم والا ما پولکی دوست داریم علیرضا از اون موقعی تو رفتی تولا ما رنگ پولکی ندیدیم خیلی حواتو دارن این میکایل طلعت تو رو خیلی دوست دارن همیده داره حدمی پولکن دستشون درد آخه میدونی چی علیرضا خان؟ نصرت خان اگرم پولکی بخوان میکال گفته که بهشون ندم. پولکی میخورم میچسه به دندوناشون یه دردسر برای خودش درست میشه 100 تا دردسر برای ما. علیرضا یه دار یه دفعه فقط. یه دونه پولکی چسبید دندون ما دادم میکائیل پاک کرده دنیا رو پر کرد. تو رو خدا نگاه کن. حالا کوب اومد از الکتریک. داره سیستمشو واسه میکنه. گفت بس صدا تو میزنه. همچی میگه سیستم واسه میکنه که موشک میخواد دوا کنه. آره بابا. آقا چایتون نمیخوام پولکی میچسبه به دندنم آقا جون میدونی چی علیرضا خان خب شما بیکاری مجبوریم همین چیزها رو برای هم دیگه تعریف کنیم دیگه با اجازه خواهش میکنم طلعت خانم بله میگم آقا جون این روزه یه مقداری رو فرم نیست چرا؟ آره یه چند شب خوابای وحشتناک میبینن میکائیل میگفت خوابای وحشتناک؟ مثلا چه خوابی؟ خواب گلنسا خانومو یه چند شب میان به خوابشون خواب ما گلنسا که وحشتناک نیست که چه میدونم حالا چه جوری میان به خوابشون که ترسیدن خدا میدونه میکائیل میگفت فکر میکنم دیگه احتمال داره بعد زبونتون رو گاز بگیرین طلعت خانوم خدا نکنه شماره خونه ما رو داری؟ بله 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 من شماره موبایلم براتون بنویسم یه موقع اگر خدای نکره اتفاقی افتاد حتما سریع به من زنگ بزن چشم این شماره موبایلم 913 است خط نمیده که آقا چرا شما بگیری خط میده باشه چشم بفهم خواهش میکنم خالت خانم بله اینجا هم یکم مرتب کنی خرت و پرتا رو جمع کنی این گراموفون هم بزنی تو پذیرایی باش چشم دست شما درد میموندی فیلم رو تا آخرش میدیدی خیلی قشنگ آقا جون نمیشه به جون شما دیر میشه شما بینی تو به عبوی سلام برسیم چشم حتما میکایل خواه میگم این گرمافونه رو برمیدشی میبردی فریدون ناراحت میشه نه بابا چی ناراحت میشه حیف بابا من گذاشتمش تو نارخوری میکایل خانم یه دستی بهش بکشه این روز اولش میشه رو چشم همین امشب راش مینازم سلام برسونید چشم تلت کنه بزرگیتون رو میرسیم خب من با اجازه برم ریخت و پاشه اتاق جمع بکنم یه خبر فیلم ببینه ها آقا جای قشنگش علیرضا خان بلند شده ما آدمیم بابا حداقل برو حسابش زن بعد که این رفت همه با هم ببینیم واقعا صحنه قشنگی بود بلند شدی چه ببخش علاتالی بوی احساس نمی‌کنی هی وای خاک عالم دیدی میگه این غذات سوخت
غذای من یا غذای خودت؟ ها بشید غذای من، برای شما درست میکنم. من که اشتهای خوردن ندارم، غذای شماست دیگه. من به همزه یک گنجش غذا میخورم، خودش درست میکنه، خودش میخوره، میذاره به حساب من. طلعت خانم نذاشم فیلم تو ببینیم. غذا رو آقایون بخورم به اسم خانوما تمام بشه، دوره آخر زمون شده. ناراحت نشو، کار هر روزش رو همین تو میپرند من. خب آقا جون، ما رفتیم. برو به سلامت، خدا یادت. خب حالا بریم فیلم رو ببینیم اینشا. چشم طلعت خانم، لاغل برو استوبشو بزن الپیچ خراب نشه. چشم چشم بهتره. چی شد؟ ها؟ چیزی نشد؟ چرا؟ مثل که سوزنش گیر کرده. نه، شعرش همینه. دریغ، 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 دریغ. چند تا دریغ؟ هرچی شاعر خواسته به من، تو چه؟ نصرت خان، نصرت خان بیدار شی؟ نصرت خان گلنسا تویی، خوش اومد. دیگه فراموشمون کردی؟ نه جون خودت، من تازه چشم گرم شده بود تشخیص ندادم اومدی. اگر نه من دائم به فکرتم، شب و روز لحظه ای نیست از فکرت غافل بشم. همین یادگار دین گلدون نه دائم جلو چشم، اصلا دور نشده از جلو چشم. حالا اگر یه وقت تصادفاً سرزده اومدی روی من اونور بود، ذهنم تو گلدونه. یادش بخیر. اینقدر اومدن اینه به قیمتهای گزاف بخرن به خاطر زیرخاکی بودن. گفتم نه بابا، صاحب این برای من عزیزه، اون زیرخاکه، من چطور اینو از دست بدم؟ اصلا نتونستم از خودم دور کنم. دوست خون ترسیدی؟ یکم. اونم تو رو دیدم دست پامو گم کردم، اگه نه من ترس اومد. مژده بده، خبرهای خوبی برات دارم. اومدن ما منتفی شد آقا. همین روزا دوران دوری دیگه به سر رسیده. شما میایین پیش ما نصف؟ دیگه دلتنگمون نمیشی. حالا این چه عیبی داره که شما گاهی مهربونی میکنی میای سر میزنی به من، هم دیگره میبینیم، تلت چایی میاره، خاطراتی میمونه اینا. حالا من این همه را بیام اونجا، یه وقت شما نباشی، یه وقت شما چش انتظاری من نیا، من به همینشم راضیم، همینطوری خوبه دیگه. نصرت خان، باید بار سفرتو ببندی و را بیفتی. آها،
منتظرم. نه به این زودی منتظر من نباش، من یه کارایی دارم انجام بدم بعد. پس اینطور به یادگار خودش رحم نمیکنه، چطوری میخواد به من رحم کنه؟ منتظرت هستم. نمیدونستن که تو کار فیلم هستی. شما زودتر به من ندا میدادی، همین چند وقت پیش چند تا فیلم توپ تو خونمون بود. اتفاقا فیلمی که دیشب مامان داده بود به طلعت فیلم قشنگی بود. قشنگی بود؟ بگو فیلم قشنگ ندیدی آقا میکایل، بگو دیگه. یواش یواشتر، اگر واسه تو ناجوره من برم. نه نه، تو یه سادی آقا بیدار نمیشه، ولی آرومتر صحبت کن. خب راستی سیدیو بی سیدی هم دارم، میخوای واسه بیارم؟ نه دیگه، ما تو همون ال پیش رفتیم بسه، سیدی دیگه نمیخوای. ای بی سیدی. یعنی چی؟ ای بی سیدی، تا حالا نشنیدی؟ نه از این شوخی ها نداشتیم. فکر نکنی ما قدیمی هستیم حالمون نیسا. حواست باشه با بزرگترهای خود بزرگتر از خود هم هیچ وقت شوخی نمی کنی. بابا حرف زشتی ندادم که، سیدی همون سیدیه. ای بی سیدی یعنی کسی که سیدی نداره. آی بشورو بشورو میکاییل میکاییل بله میکاییل بله میکاییل چرا همچه میکنی؟ صدا چی خود در میری؟ چی شده؟ پسر دوباره به تو حیات داره فوتبال باز میکنه، میخوام گیرش بیارن توپشو ازش بگیرم. توپشو بگیری؟ توپش که دستته که. کجا؟ نه بله توپشو گرفتم، میخوام خودشو پیدا کنم گوششو بپیچونم. خیلی خوب، این آلبوم قدیمی بزرگی بود تو انبار نیستش. هستش، حتما هستش، اون زیره اون تو. دو ساعت همه جا رو زیر رو کردم، میگم نیست، بگو نیست دیگه. پیداش میکنم براتون، نگران نباشید. حالا میخواید چی کارش کنی؟ حالا میخوام ببینم کیا هستن، کیا رفتن، کیا موندن. خیلی نگرانم، دیشب باز گلنسا اومد به خواب. خدا رحمتش کنه. من حالم خیلی بده، من دیگه رفتنی هستم دیگه. این قلب بس... نه آه های قلبم. چی شد؟ قلبم بشه رو دوشم کولت کنم. بوده درم. کی درم؟ بوده بگیرش. من اینجا مواظبم. نسی بگیریش بی عرضه. نه مثل آقا مثل باد فرار کردارم. قلبت خوب شد؟ آخ خوب شدنی نیست. قلب آب خند بیارم. من که مواظب این پسر و تو پشی، مواظب قلب من باش. صداشو بکنم. کولت کنم. بغلت کنم. آی قلب. چرا بچه رو انداختی تو زحمت؟ کی به شما گفت تلفن کنی؟ خودش گفته بود. بچه سربازه، بله. کلی پول داده. بله. اگه فردا بزنن زیرش، شما جواب میدی؟ نخیر. شما جواب گویی؟ نخیر. آقا شماره داده بودن به طلعت، گفته بودن کار فوری داشته، زنگ بزنی. بگه. شما آخرش منو نفله میکنین. چرا انقدر بی فکری؟ چرا انقدر بی مالا؟ چیه؟ چی شد؟ چسبیده؟ چسبیده؟ پولکی واسه من نذارین، قند بذارین، نمیخوام اینو. چشم. آقا این همه راه نرین، براتون خوب نیست. من حالم خوبه. شماها دارین دستی دستی منو به کشتن میدین. همین شما اومدن. اومدم. سلام آقا. کجایین شما؟ داشتم میومدم. باشه.
نگران نباش، حالش خوبه. خوبه، حالش خوبه، خوبه، قبراق سر حال داره قدم میزنه. گفته بودی تلفن کنی، ما تلفن زدیم. مسئله اینه، خوب کار کردی. صد بار شماره تونو گرفتم آقا، خط نمیدن اول که. خطا خرابه. نه بابا، میگه 913 همش اینجوریه. میگم خطا خرابه خانم، 913 11 نداره که. بله، خطا خرابه. باشه 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 باشه. پس کجاست؟ یارا اینجا بودش. نصرت خان، نصرت خان، نصرت خان. بابا بزرگ، علی رضا، بیا ببینمت پسر گلم. آخ، آقا جون. سلام علیکم. سلام. آخ، وای 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 وای. علی رضا، بیا یه دقایق آخر ببینم. چی شد آقا جون، چرا اینجوری شدی؟ الان که خوبه علی رضا، صبح داشتم میرفتم، میکائیل بود. بله من رفتنیم علی رضا. خدا نکنه آقا جون، این چه حرفی میده؟ گریه نکن پسرم، گریه نکن، مرگ حق برای همه هست. یه روز زودتر اما میاد سراغ هران آباد منه گیر نمیده. علی رضا، علی آقا جون، چه مردی به سره؟ چه با چه دیگم شو؟ نه چه مسخره بازی؟ صبح حمام رفتم پف کرد ما. چربی مال چه؟ حمام چیه؟ آخ، نگاه کن میکنی تو رو خدا، نگاه کن. هزار تا تیر زدن، یکی به یارو نخورد، اما هر تیری که میزنی ده تا از اونا رو میکشن. همینجوری میسازن دیگه. ساعت شروع مردم، من نمیدونم اینا چقدر فرض کردن که. نگاه کن تو رو خدا. میکایی، حواست کجاست؟ مگه نمیخوای ببینی؟ میکایی، میکایی؟ بله، کشت؟ بله. هلعت، هنوز تو فکرم این نصرت خان چطور به این سرعت لباسش رو عوض کرد؟ چطوری؟ این نصرت خانی که من میشناسم، هر کاری بگی ازش برمیاد. فیلم اینه، بیان فیلم اینو بسازم، بیشتر از این فیلم ها فروش میکنه. بازم کشت. علی رضا خان رو نگه داشت دیگه، آره؟ بله، امشب میمونه. قرار فردا صبح نصرت خان رو ببره دکتر. اون دکتر برو نیست که، 3 سال پاشو از این خونه بیرون نذاشته. حالا بلنشو بره دکتر. شایدن دکتر بیارن بالای سرش. طلعت، نبودی، نبودی ببینی چه بازی کرد. من که شاخ در اومدم، دو تا شاخ. کبراق سرحال داشت رو میرفت، بکش. باش میکشم، من نمیدونم چند گلوله تو تفنگش بود. منم آقا جون. علیرضا. علیرضا تو؟ بیدار شدیم، ببخشید. آره، آب خوردم بیارم برات. آره بیار، دارم گر میگیرم، آتیش گرفتم. آره آب خوردم بیار. آخ،
دارم میسوزم. آی آقا جون، آقا جون آب خورده. آقا جون تذیری جونه تو حال شوخی ندارم. آه خدا خیرت بده. بهتر شدی؟ آه نه دارم گر میگیرم، آتیش گرفتم. آخ تب نداری که؟ این خوابا، این کابوس کشته منو. خوب خوابیده بودی آقا جان؟ بازه به خود چی میزنه؟ خوب خوابیده بودی؟ که از حال من خبر نداری. خواهیم فرهاد. بفرمایید. ممنون، بزن اینجا. بخور. 66. ممنون. بخور. بزن اینجا دیگه، بزن من عمو فرهاد رو بگیرم. به فرهاد خان داری تلفن میکنی نه؟ علی رضا خان، حالا برای چی داری به فرهاد خان تلفن میکنی؟ ولش کن تو مملکت غریب، ول کن. علی رضا خان، عرض کردم برای چی داری مزاحم فرهاد خان میشه اونم تو مملکت غریب؟ چی کارش داری؟ بذارم چه بمونه. علی رضا خان، علی رضا خان میگم آقا، ولش کن. چی کار داری؟ چی کار داری که داری زنگ میزنی به فرهاد خان؟ بذار اونجا بمونه. گوش میگیری؟ آره باش. باید به عمه خبر بدم، به عموها باید خبر بدم. حالا همون فرامرز خان و پدرتون که بیان کافیه دیگه. ولی اگه گلچهره خانم بیان بد نیست. میکنی چرا نمیگیره خب؟ معلومه. معلومه که نمیزنه. معلومه 20 دقیقه داریم و این تلفن ور میری، داغ میکنه، خراب میشه دیگه. ولش کن، من که گفتم ولش کن. علی رضا خان، آخه ببین من قصد و غرض و منظوری ندارم آه. ولی کسی که 15 سال تو مملکت غربت زندگی کرده باشه دیگه بابا میشناسه، دیگه پدر میشناسه، اونم مملکت اجنبی که میگن تو دلت بخواه بیا حاطف حسن. ولش کن، میگن این خارجی از صبح علت طلوع تا آخر شب این ماشین سگدو میزنه. هلو وسط مسئولیت نداشته باشه. دیروزود کنیم. چه مسئولیتی؟ دیروزود چی؟ بچه وایسه یه دقیقه دارم با درد میزنم. وایسه میگم دیروزود نری اونجا گرفتار بشی. نه آقا جون چه گرفتاری؟ ممکنه معطل بشی واسه خرید این چیزها. نه آقا جون حرف نداره. من ببین دهیش پول بده نیستم بگی پولام از بین رفت باید اینقدر اضافه داد. نه آقا جون بچه داری خود بخود تو باباتی. نه آقا جون این حرفا چیه؟ من وظیفه من کار شما رو انجام بدم. من یکی میخوام اینجا نوشتم، بیا خونده میشه؟ آره میتونم بخونم. خط میکایل بعد نیست من او قدیما میذاشید آفتاب را میفتاد من باش کار کردم الان خط میکایل. آره بهتره الان هم میشه خوند، ولی یه جایی آقا جو معلومه قاطی کرد. کجا شد؟ اینجا. اوه اینو نگاه کن، من سعیم کنم نمیتونم بخونم، این آخریه. اینا اونو خودم نوشتم، آخره خط خودم. نه چرا خط خدا؟ خب میدونین خط نه که خط شما بد باشه آدم میدونه. نه خب الان دیگه آخه فرق میکنه با خط میکایید. همه خطا با هم فرق داره، یه هیجان خاصی داره خط. نمیخواد دیگه. حالا چی نوشتین آقا جون؟ دومت پارچه سفید اعلی.
همین آقا جون چیزی نمیخوان؟ با اجازه. راستی آقا جون از رو کلیده بدی من بزنم. ورودی ساختمونو نمیخواد که؟ نه نه همین در حیاتو میخوام. آقا جون بده سوی کلا. ایوان آقا جون گفتم بنداز تو کلاکه. خب من نتونستم نشون بگیره افتاد تو حوض دیگه، چیکار کنم؟ الان پیداش میکنم. پیدا شد؟ نه بایسته بایسته الان پیداش میکنم. میکال تو کجایی؟ جانم آقا جون سلام. رفته بودم مغازه عیب آقا هندونه خوبی و رو هندونه خریدم. الان میان خدمت. دو ساعتی صدات میکنم باید کار دارم. بله چش چش. ببین چی کار کردی؟ تو اونجا چی کار میکنی؟ خورد تو سرید؟ با صورت خوردم کف حوز. چی کار میکنی آخه میکنی؟ ریختش آقا جون من اونجا به شما گفتم بندازید تو کلا. من نتونستم نشون بگیره افتاد تو حوض دیگه. اینو بگی بازی یه جا خوش شد. یه بلا پیدا کردی؟ نره تو. برای چی؟ همه داره به گن میکشی. همینجا واسه خوش رو بد بیا. واسم خوش شم آقا جون. الهی دست حق باشه پناهت، گلای رازقی تنبوش راهت، الهی برکت سفرت بمونه، همیشه زندگی باشه به کامت.